بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. توجه شما را به ادامه خبرهای این ساعت جلب می‌کنیم. واشنگتن پست نوشت که بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، رژیم ایران اولین منطقه‌ای خواهد بود که ضربه تغییر وضعیت موجود در کنگره را احساس خواهد کرد. این روزنامه در پاسخ به اینکه اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا چه کارهایی می‌توانند درباره تغییر سیاست در زمینه مذاکرات اتمی انجام دهند نوشت، آنها می توانند تحریم های جدیدی را در جهت اینکه رژیم ایران به توافق نهایی دندهد اعمال کنند. اضافه بر این، کنگره می تواند درخواست کند که بتواند توافق نهایی را تایید یا رد کند و در نهایت کنگره می تواند قطع چشمگیر بودجه دفاعی را به اجرا در بیاورد و مجدداً بودجه دفاعی را حداقل تا سطح سفارش شده در بودجه پیشنهادی نهایی زمان وزارت وزیر دفاع رابرت گیتس برگرداند. واشنگتن پست تاکید کرد وضعیت باراک اوباما در قبال رژیم ایران به شکل نامناسبی دور از واقعیت است و احساس اکثریت آمریکاییان همین است. واشنگتن پست در پایان تاکید کرد کنگره باید تصریح کند که هدف نهایی ما باید تغییر رژیم در ایران باشد و اینکه حکومت کنونی آن بحث روابط حسنه را غیر ممکن می‌سازد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد هدف از هر گونه توافقی با رژیم ایران ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است و نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است. وی گفت به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که ما به اجرا درآوردیم که در واقع تأثیر فلج کننده بر اقتصاد ایران داشته، آنها پای میز مذاکره آمدند و برای اولین بار به طور جدی در مورد تأمین تضمین‌هایی در این باره که سلاح اتمی را توسعه ندهند وارد مذاکره شدند. Because of the unprecedented sanctions that we put in place that really did have a crippling effect on Iran's economy, they've come to the table and they've negotiated seriously around providing assurances that they're not developing a nuclear weapon for the first time. And ما توانستیم برنامه آنها را منجمد کنیم و در برخی موارد ذخیره مواد اتمی را که پیشاپیش در دسترس داشتند کاهش دهیم. حتی کشورهایی که ما اختلافهایی با آنها داشتیم مانند روسیه با ما توافق و همکاری کردند تا تلاش کنیم راههایی بیابیم که مطمئن شویم رژیم ایران ظرفیت توسعه سلاح اتمی نداشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق هسته‌ای و شرایط لغو تحریم‌ها نیز گفت اینکه آیا می‌توانیم به توافق دست یابیم باید طی 3 تا 4 هفته آینده مشخص شود. من پیوسته گفتم ترجیح می‌دهم هیچ توافقی نداشته باشیم تا اینکه توافق بدی داشته باشیم، زیرا کاری که نمی‌خواهیم انجام دهیم این است که تحریم ها را برداریم و به رژیم ایران مشروعیت بدهیم، ولی در این حال مکانیزم های قابل تاییدی را برای اطمینان یافتن از اینکه آنها سلاح اتمی تولید نمی کنند در اختیار نداشته باشیم. That requires it being a good deal. And I've said consistently that I'd rather have no deal than a bad deal. Because what we don't want to do is lift sanctions and provide Iran legitimacy but not have the verifiable mechanisms to make sure that they don't break out. روزنامه نشنال چاپ امارات درباره پیامدهای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و کسب اکثریت سنا نوشت میچ مک‌کانل که در دور جدید سنا رهبریت اکثریت را بر عهده خواهد داشت روز یکشنبه گفت اگر نتوانیم یک توافق قابل قبول با رژیم ایران به دست بیاوریم باید تحریم‌ها را تشدید کنیم. ما لایحه‌ای در سنا برای انجام این کار داشتیم که رهبر اکثریت کنونی اجازه رأی‌گیری بر سر آن را نمی‌دهد. این یکی از چیزهایی است که سنای جدید بر سر آن رأی‌گیری خواهد کرد.
سناتور جان مکین گفت او، سناتور کورکر و سناتور بر میخواهند نظارت قوی تری بر توافق هسته‌ای با رژیم ایران داشته باشند. وی تصریح کرد رژیم ایران به بشار اسد کمک میکند. آنها کسانی هستند که 5000 نفر از حزب الله را به نبرد در سوریه اعزام کردند. حال ما به نوعی باور کنیم که با آنها یک توافق هسته‌ای داشته باشیم و این به همکاری در سایر زمینه ها راه ببرد. دوین نیونس نماینده جمهوری خواه کنگره نیست که گفته می شود در دور جدید ریاست کمیته اطلاعات را بر عهده خواهد داشت، گفت در هر دو مجلس بررسی دقیقی از آنچه در دوران اوباما در ارتباط با رژیم ایران صورت گرفته انجام خواهد شد. دیلی بیست در این رابطه می نویسد در سالهای 2007، 2008 و 2009 جامعه اطلاعاتی آمریکا در مذاکراتی تحت هدایت سفارت آمریکا در بغداد با نمایندگانی از سوی قاسم سلیمانی شرکت کردند. تاکنون بسیاری از جزئیات این گفتگوها و همچنین جزئیات توافق موقت بین رژیم ایران و غرب پنهان نگاه داشته شده است. جمهوری خواهان و دموکرات ها طی سال جاری تلاش کردند تحریم های جدیدی را علیه رژیم ایران وضع کنند تا اگر این رژیم برنامه هسته‌ایش را بر نچیند این تحریم ها عملی شوند. اما کاخ سفید توانست با متقاعد کردن سناتورهای برجسته دموکرات رأی‌گیری بر سر آن را متوقف کند. خبرگزاری رویتر درباره انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گزارش داد سناتور جان مکین ممکن است در نقش قدرتمندی که در سنا پیدا می‌کند سیاست دفاعی آمریکا را تکان دهد. انتظار می‌رود یکی از منتقدان جدی اوباما، سناتور جان مکین، ریاست کمیته قدرتمند نیروهای مسلح سنا را که اکثریت آن به دست جمهوری خان افتاده به دست بگیرد. در موضع رئیس کمیته او خواهد توانست مقامات پنتاگون را برای توضیح استراتژی خود در سوریه به جلسات علنی استماع فرا بخواند. با اینکه کمیته های بودجه سنا و مجلس نمایندگان روی امور مالی پنتاگون نظارت دارند، مکین در موضع جدید خود روی قوانین سیاستگذاری که پشتوانه بودجه پنتاگون را تشکیل می دهد نظارت خواهد داشت. او نقش مهمی در نوشتن لایحه مجوز بودجه سالانه دفاعی ایفا خواهد کرد. سناتور مارک کرک با انتقاد از سیاست مماشات دولت اوباما به روزنامه واشنگتن پست گفت کنگره باید به سرعت لایحه منندز کرک را برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای را تصویب کند. مارک دوبوویتس از بنیاد دفاع از دموکراسی ها نیز گفت اکنون فشار روی دولت اوباماست که بر سر یک توافق خوب با رژیم ایران مذاکره کند، یا وقتی سنا به این توافق رأی منفی می‌دهد با یک شکست پرطنین سیاسی مواجه شود. یک دستیار ارشد جمهوری‌خواه نیز در رابطه با پیامدهای نتایج انتخابات کنگره گفت هر چقدر هم اوباما و دموکرات‌ها شکست بدی خورده باشند بزرگترین بازنده نخواهند بود. بزرگترین بازنده آخوندهای ایران و آن دسته از مقامهای دولتی هستند که نگران بودند کنگره بر سر توافق هسته‌ای با رژیم ایران خواهان پاسخگویی شود. وی افزود اکثریت جدید جمهوری خواهان در سنا در قبال هر گونه توافقی موضع بسیار بسیار سختری را اتخاذ خواهد کرد. واشنگتن پست در این رابطه پیش بینی کرد بسیاری از دموکرات ها با توجه به گستردگی شکستشان و خشمشان در قبال کاخ سفید بدون شک با جمهوری خواهان همسو می شوند و یک سیاست خطرناک و معیوب در قبال رژیم ایران را نخواهند پذیرفت. واشنگتن فری بیکن درباره نتایج انتخابات کنگره آمریکا نوشت رژیم ایران از کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان به وحشت افتاده است. فری بیکن نوشت رهبران رژیم ایران به آرامی وحشت خود را از به کنترل گرفته شدن کنگره توسط جمهوری خواهان بیان می کنند و این پیام را می دهند که رژیم ایران یک نفر کلیدی را در آمریکا از دست داده است، کسی که می خواست رژیم ایران را از تحریم ها نجات دهد و به رژیم ایران امتیازهای زیادی در پروژه اتمی بدهد. بر اساس این گزارش
وحشت کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان هفته هاست که سران رژیم ایران را گرفتار کرده است که دیگر دوران این که آمریکا در مقابل رژیم ایران سر خم کند به پایان رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس تاکید کرد ما به تمدید مذاکرات با رژیم ایران فکر نمی کنیم و درباره آن صحبت نمی کنیم. 24 نوامبر تاریخ تعیین کننده است. دلایل زیاد و مختلفی وجود دارد که باید تا آن موقع توافق حاصل شود. وزیر خارجه آمریکا خطاب به رژیم گفت اگر شما تلاش دارید نشان دهید برنامه‌تان صلح‌آمیز است چرا باید آنقدر طول بکشد؟ جان کری تصریح کرد بعد از ضرب الاجل 24 نوامبر دستیابی به توافق دشوارتر خواهد شد. به همچنین گفت آمریکا و فرانسه با شرکای بین‌المللیشان بر سر اهمیت اطمینان یافتن از اینکه رژیم ایران مسیری به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشد اتفاق نظر دارند. این سیاست همه جامعه بین‌المللی و شورای امنیت است که آن را در قطعنامه‌های خود اعلام کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود اکنون زمان آن است که رژیم ایران تصمیمات سختی اتخاذ کند. در همین حال وزرای خارجه فرانسه و آمریکا بعد از دیدار با یکدیگر طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای تاکید کردند. لوران فابیوس نیز اظهار داشت رژیم ایران نباید به بمب اتمی دسترسی پیدا کند. مذاکرات بر این پایه صورت می‌گیرد و ادامه خواهد یافت. واشنگتن پست در سرمقاله خود به قلم هیئت تحریریه این روزنامه از دولت اوباما خواست برای دستیابی به توافق هسته‌ای با رژیم ایران تا قبل از ضرب الاجل امتیاز دیگری به این رژیم ندهد. واشنگتن پست در این سرمقاله که نظرهای این مؤسسه را بیان می‌کند با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده از سوی غرب در مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد به نظر می‌رسد رژیم ایران به اصرار خود بر حفظ و سپس توسعه گسترده ساختار هسته‌ای‌اش چسبیده و فقط یک کاهش سرعت موقت غنی‌سازی اورانیوم و شفافیت بیشتر را ارائه می‌کند. رژیم ایران از بحث درباره برنامه‌های موشک‌های بالستیک خود امتناع می‌ورزد و همچنان با تحقیقات بازرسان بین‌المللی همکاری نمی‌کند. سرمقاله واشنگتن پست امتیازهای ارائه شده به رژیم ایران از سوی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده و می‌افزاید ما از مذاکرات با رژیم ایران و توافق موقت سال گذشته حمایت کردیم و آن را نسبت به آنچه شبیه در غلطیدن به سوی جنگ بود ترجیح دادیم، اما اوباما باید در قبال وسوسه دادن امتیازهای بیشتر برای تکمیل توافق دراز مدت آن ماه نوامبر مقاومت کند. در صورت فقدان تغییر چشمگیر مواضع در بهترین حالت باید به رژیم ایران تمدید توافق کنونی را با حفظ تحریم‌های حاضر ارائه کرد و اگر آن را نپذیرد باید به اعمال تدابیر سخت‌تری تهدید شود. کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، به سهامداران خود اطلاع داد که ممکن است به زودی از سوی مقامات آمریکایی مجبور شود جریمه فوق‌العاده سنگینی به آمریکا به خاطر نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران بپردازد. مقام‌های آمریکایی به شعبه این بانک آلمانی در نیویورک دستور دادند حجم قابل توجهی از مدارک خود را به مقامات آمریکایی جهت بازرسی تحویل دهد. هفته گذشته نیز رویتر خبر داده بود آمریکا تحقیقات جدیدی را در رابطه با مراودات بانک انگلیسی استاندارد چارتر با رژیم ایران به خاطر نقض تحریم‌ها آغاز کرده است. خبرها را با اخباری در باره میهنمان ادامه می‌دهیم. گارد ویژه زندان گوهردشت کرج در یورشی وحشیانه به بند شش این زندان مرتکب جنایت دیگری علیه یک زندانی بیمار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده روز شنبه 10 آبان ماه برابر با 8 محرم گارد ویژه زندان به فرماندهی دشخیمی به نام صحرایی
به بند 6 زندان گوهردشت کرج وحشیانه یورش بردند و زندانیان را مورد اذیت و آزار غیر انسانی قرار دادند. زندانیان این بند نسبت به این یورش اعتراض کردند، اما صحرایی جنایت پیشه در واکنش به این اعتراضات در مقابل چشم زندانیان به روی پاهای یک زندانی بیمار آب جوش ریخت، طوری که دچار سوختگی شدید شد. از آن روز تا به حال این زندانی را به بهداری نبردند و او را در بند به حال خود رها کردند. نرگس محمدی به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اویل احضا شد. نرگس محمدی 8 آبان ماه در مراسم دومین سالگرد شهید راه آزادی ستار بهشتی سخنرانی کرده و اسید پاشی به روی زنان و سکوت رژیم در مقابل این جنایات را محکوم کرده بود. وی من جمله گفته بود: چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کردند، اما 2 است مادر ستار بهشتی بر مزار فرزندش می گرید و هیچ ناهی از منکری تا کنون صدایش در نیامده. آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی وجود دارد؟ نرگس محمدی همچنین در روز 30 مهر ماه به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی در تجمع اعتراضی به اسید پاشی های اصفهان در مقابل ساختمان مجلس ارتجاع شرکت کرده بود. دشقیمان خامنه ای از آزادی زندانی سیاسی محمد بنازادی امیرخیزی از بستگان مجاهدان اشرفی در زندان گوهردشت کرج با وجود پایان محکومیتش جلوگیری به عمل آوردند. این اقدام در حالی است که از اول هفته جاری حبس وی تمام شده است، ولی زندانبانان امروز و فردا می کنند و از آزادی وی جلوگیری به عمل می آورند. 100 زندانی زن در زندان ارومیه در انتظار حکم اعدام به سر می برند. در بند زنان زندان ارومیه 300 زندانی محبوس هستند که 100 نفر از آنها با حکم اعدام مواجه هستند. در زندان مرکزی ارومیه جمعاً 4095 زندانی وجود دارد. زندان مرکزی ارومیه 3 زندان بزرگ ایران تحت حاکمیت آخوندها به شمار می آید. مؤسسه پژوهشی لگاتوم اعلام کرد که رژیم ایران بر اساس شاخصهای رفاه از میان 102 کشور جهان رتبه 107 را دارست. بر اساس فهرست منتشر شده توسط مؤسسه پژوهشی لگاتوم، نروژ، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، کانادا و سوئد در صدر قرار دارند. بورکینافاسو رتبه 103 و ایران تحت حاکمیت آخوندهای چپاولگر در رتبه 107 قرار دارد. به خبرهای از عراق توجه فرمایید. به گزارش تلویزیون الحره عراق، سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق طی بیانیه‌ای گفت حملات هوایی صحنه را تعیین تکلیف نمی کند و عراقیان برای تعیین تکلیف کردن وضعیت روی زمین بایستی به توانشان متکی باشند. در این بیانیه آمده است سلیم جبوری هنگام دیدارش با خالد العبیدی وزیر دفاع بر ضرورت اینکه عشایر نقش پایه‌ای در این مرحله داشته باشند تاکید کرده است. به گزارش تلویزیون عرافدین، هیئت‌های بین‌المللی و عشایری در عراق خواستار مجازات مرتکبان جنایت از زرگه در استان نجف شدند که در آن حدود 600 نفر از فرزندان عشایر عرب در استان‌های فرات میانی کشته شدند. بنا به این گزارش، نیروهای دولت مالکی در سال 2007 با توپخانه و هلیکوپتر به منطقه از زرگه حمله کردند که منجر به کشته و مجروح شدن 600 تن شد که اغلب آنها از زنان و کودکان بودند. همچنین بیش از 3000 تن از مردم دستگیر شدند. به گزارش تلویزیون التغییر، در بیانیه‌ای که از طرف شورای عشایر جنوب صادر شده آمده است، جنایت زرگه یک جنایت سیاسی بود که ضد عشایر عربی اصیلی که مخالف اشغالگری و حضور رژیم ایران در عراق بودند به اجرا درآمد. با خبری از تحولات سوریه اخبار را ادامه می دهیم. کمیته های هماهنگی انقلاب سوریه اعلام کردند رزمندگان سوری در حومه دمشق
27 تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. شبکه حقوق بشر در این رابطه گزارش داد رژیم اسد در این نبردها در حومه دمشق متحمل خسارات زیادی شده و انقلابیون سوری چند موضع را که قبلا در این منطقه از دست داده بودند پس گرفتند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ها تعداد کشته شدگان بمباران مدرسه متوسطه در شهر قابون در حومه دمشق به 37 تن افزایش یافت. دیگر مناطق سوریه نیز از بمباران و گلوله باران نظامیان اسد در امان نماند و بر اثر بمباران مناطق مسکونی درعا، حلب، حمص، دمشق و حومه آن ده‌ها شهروند سوری کشته و زخمی شدند. به گزارش العربیه محله جبر بار دیگر با بمب‌های حاوی گاز کلور هدف قرار گرفت. ائتلاف ملی سوریه با محکوم کردن این جنایت‌ها اعلام کرد سکوت در مقابل جنایت‌های رژیم اسد و تعلل در تسلیح ارتش آزادی سوریه و عدم اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی در رابطه با این جنایت‌ها به طور مستقیم به سود سازمان‌های تروریستی و در رأس آنها رژیم بشار اسد تمام می‌شود. آخرین خبر این ساعت. به دنبال بستن مسجد الاقصی توسط اسرائیل و حملات بی‌سابقه بنیادگرایان یهودی با حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل به این مسجد و ضرب و شتم نمازگزاران فلسطینی، دولت اردن سفیرش را از اسرائیل فراخواند و تهدید کرد ادامه این اعمال از سوی اسرائیل باعث تجدید نظر در تمام بندهای توافق صلح بین اردن و اسرائیل خواهد شد. محمد المؤمنی وزیر تبلیغات اردن اعلام کرد حمله به مسجد الاقصی از اموری است که نمیتوان از آن چشم پوشید و یا در رابطه با آن سکوت کرد. در همین رابطه علاوه بر فراخوان سفیرمان از اسرائیل به شورای امنیت نیز شکایت کردیم. از سوی دیگر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه حمله به مسجد الاقصی را عملی وحشیانه توصیف کرد و گفت مسجد الاقصی اولین قبله مسلمانان و مکانی مقدس برای سایر ادیان می باشد. باید به شدت در مقابل این تجاوزات ایستاد. ما در ترکیه از آرمان فلسطین حمایت کرده و همیشه در کنار برادران فلسطینی مان ایستاده ایم و تأکید کرده ایم موضع قدس و مسجد الاقصی از مهمترین اصول سیاست ترکیه در خاورمیانه است. نخست وزیر ترکیه افزود در شرایطی که قدس باید شهر صلح باشد به دلیل این گونه اعمال اسرائیل به شهری تبدیل شده که در آن شاهد درگیری و ظلم و اعمال وحشیانه هستیم. از همه جهان و از همه مسلمانان می‌خواهیم از مسجد الاقصی حمایت کنند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می‌رسد. با تشکر از همراهی شما، خدا نگهدار.